سرخط خبرها. تهران برای فشار به واشنگتن روش پیونگیان را پیش گرفته است. فرانسه از عدم همکاری ایران با آژانس شدیداً ابراز نگرانی کرد. تحریم‌های جدید علیه ایران، پیشنهاد تولید مشترک ماهواره توسط روسیه و ایران و خاکسپاری ملکه انگلیس 6 میلیارد پوند هزینه خواهد داشت. مشروع اخبار. تهران برای فشار به واشنگتن روش پیونگیانگ را پیش گرفته است. بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مقاله میگوید چنانکه کره شمالی با افکندن سایه تهدید اتمی و نظامی بر سر متحدان آمریکا در خاور دور همچون کره جنوبی و ژاپن مدام از آمریکا آغازی میکند، رژیم ایران نیز قصد دارد با اتخاذ رویکردی مشابه در قبال متحدان آمریکا در خاورمیانه همین مسیر را پیش بگیرد. به گزارش این اندیشکده، پروژه هسته‌ای تسلیحاتی رژیم کیم و توسعه سیستم‌های پرتاب آن شامل تولید موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای تا حد زیادی بدون ممانعت بین‌المللی پیش رفت. رژیم ایران همان آزادی عمل را می‌طلبد و احیای توافق هسته‌ای که حدود 1 تریلیون دلار در اختیار رژیم قرار می‌دهد، می‌تواند رویای اتمی شدن آن را تسهیل و تسریع کند. سیاست آفتاب آمریکا در سال 1997 میلیاردها دلار از سئول به پیونگیانگ منتقل کرد. کره شمالی را از قحطی نجات داد و برنامه هسته‌ای رژیم کیم را توسعه داد. کره شمالی اولین آزمایش اتمی خود را در سال 2006 انجام داد و تا سال 2017 5 مورد دیگر آزمایش انجام شد و آزمایش هفتم نیز قرار است تا پایان سال جاری انجام شود. فرانسه از عدم همکاری ایران با آژانس شدیداً ابراز نگرانی کرد. به دنبال اظهار بدبینی‌های اخیر مقامات غربی درباره ابهام در سرنوشت احیای برجام و همچنین در پی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتقاد از نقض مکرر تعهدات برجامی ایران و عدم پاسخگویی این کشور درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در تأسیسات اعلام نشده آن، فرانسه شدیداً از عدم همکاری تهران با آژانس ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه 17 شهریور در نشست خبری روزانه خود اعلام کرد که فرانسه از عدم همکاری مداوم ایران با نهاد ناظر اتمی سازمان ملل متحد بسیار نگران است و در مورد این موضوع با شرکای خود پیش از نشست شورای حکام آژانس در هفته آینده رایزنی کرده است. تحریم‌های جدید علیه ایران، به گزارش اسپوتنیک بر اساس سند منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایالات متحده روز پنجشنبه محدودیت‌های ایران را گسترش داد و یک شخص حقیقی و 4 شخص حقوقی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این سند، برخی از شکایت‌هایی که تحت محدودیت‌های ایالات متحده قرار گرفتند، بخش هوافضا را نمایندگی می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا دلیل اعمال محدودیت‌ها را مشخص نمی‌کند. پیشنهاد تولید مشترک ماهواره توسط روسیه و ایران، به گزارش اسپوتنیک، ویکتور سادونیچی رئیس دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو با کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه دیدار و در جریان آن پیشنهاد ساخت ماهواره روسی ایرانی را مطرح کرد. این خبر روز پنجشنبه توسط سرویس مطبوعاتی دانشگاه دولتی مسکو به تاس گزارش شد. سرویس مطبوعاتی گفت ویکتور سادونیچی پیشنهاد توسعه فعالانه روابط در زمینه‌های علمی و آموزشی مانند فضا، مهندسی مکانیک، خودروسازی و ساخت هواپیما را داد. یکی از پروژه‌های مشترک جدید می‌تواند کار بر روی ماهواره مشترک روسیه و ایران باشد. این دانشگاه اضافه کرد که موضوع اصلی این نشست آمادگی برای مجمع ششم رؤسای روسیه و ایران بود که رویدادهای اصلی آن در 20 تا 21 اکتبر در ولادیکاوکاز بر اساس دانشگاه دولتی استیای شمالی برنامه ریزی شده است و خاکسپاری ملکه انگلیس 6 میلیارد پوند هزینه خواهد داشت. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرنگار الجزیره در توییتی نوشت که مراسم خاکسپاری الیزابت دوم و انتقال قدرت به چارلز دست کم 6 میلیارد پوند برای انگلیس هزینه خواهد داشت. وی افزود در حالی که انگلیس از بحران اقتصادی رنج می‌برد، اما رسانه‌های انگلیسی و حتی جهانی هیچ انتقادی از هزینه‌های این مراسم قرون وسطایی انجام نمی‌دهد. کاخ باکینگهام شامگاه پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد ملکه انگلیس در سن 96 سالگی درگذشت.
اعلام خبر مرگ ملکه انگلیس ساعتی پس از آن اعلام شد که شاهزاده های این کشور پس از دریافت خبر وخامت حال او شتاب زده به خاک بالمورال اسکاتلند رفتند.